داستان خرگوش باهوش یکی بود یکی نبود در یک جنگل دورافتاده که پر از درخت های میوه و سرو و کاج و گل ها و گیاه های سبز و زیبا بود و آب و هوای بسیار خوبی داشت گروه زیادی از حیوونا و مرخا زندگی می کردن. مثل میمون ها، خرگوش ها، ها، آهوها و بزها و خیلی از های صحرایی. و چون همه جور سبزی و میوه فراوان بود همه خوش و خورم و با آرامش در کنار هم زندگی می کردن. تا اینکه یه روز یه گرگ زورگو و ظالم وارد جنگل سرسبز قصه ما شد گرگ ظالم بلای جون همه حیوونا شده بود هر روز در پشت درختی یا بوته گیاهی کمی میکرد و همین که یکی از حیوانا رو تنها میدید اونو می گرفت و میخورد چون هیچ کس نه زورش به اون می رسید و نه کاری بکنه. کم کم زندگی شیرین حیوانای اون بیشه از ترس گرگ دچار ناراحتی شد و هیچ کدوم نمی آیا صبح که از خونه بیرون میان سالم بر می گردن یا نه. در میان خرگوش هایی که در اون سهراز بودن یه خرگوش باهوش بود که برای علاج ناراحتی و ترس حیوانا نقشه ای تر کرد و برای چند از حیوان دیگه هم نقشه خودشو توضیح داد و همه پذیرفتن چون دیدن فکر خوبی کرده. یک روز همه حیوان جنگل را دعوت کردند و همه رفتن دم خونه گرگ و قرار شد خرگوش به نمایندگی از حیوانات جنگل با گرگ حرف بزنه. خرگوش به گرگ گفت ای گرگ توانا حیوانات جنگل منو انتخاب کردن که با تو حرف بزنیم. ما میدونیم که زور و قدرت تو از ما بیشتره و ما حیوونای ضعیفی هستیم. و چون غذای تو گوشته و نمیتونی علف بخوری هر روز یکی از ما رو میگیری و بچه های ما نمیتونن از ترس تو با آسایش تو جنگل گردش کنن. بعضی از روزها که تو نمیتونی کسی رو شکار کنی گرست نمیمونی. حالا ما اومدیم قراری بذاریم که هم ما و هم تو راحت باشیم و هر کسی با خیال راحت زندگی کنه. گرگ پرسید چه قراری میگذارید که من و هم شما راحت باشیم؟ خرگوش گفت قرار میذاریم به شرطی که تو بیخبر حیوانات جنگل رو شکار نکنی و ما امنیت داشته باشیم. هر روز خودمون یه حیوان چاق و چله رو که برای خوراک تو مناسب باشه انتخاب کنیم و پیش تو بفرستیم و اون وقت هم تو از زحمت شکار کردن راحت میشی و هم حیوانات ضعیف با خیال راحت چرا میکنن و همین که همیشه سر موقع غذات حاضره. گور گفت بسیار خوب باشه شرطش اینه که خودتان با هم تصمیم بگیرید و هر روز سر ظهر غذای منو بیارین تا همه در امان باشید اما وای به وقتی که یک ساعت دیر بشه اون وقت روزگارتان رو سیاه میکنم حیوانا هم قبول کردند. و بعد از اون هر روز یک گروه از حیوونا از میون خودشون یکی که کار بدی کرده بود یا بقیه رو اذیت کرده بود و بایستی تنبیه میشد رو انتخاب میکردند و به همراه خرگوش اونو برای غذای گرگ میفرستادن. یک روز نوبت بزهای کوهی، یک روز آهوها، یک روز میمونها، یک روز خرگوشها و همچنین سایر حیوونا بود. بعد از اون قول و قرار خیال همه راحت بود که بی خبر تو چنگال گرگ بیرم گرفتار نمیشن و موازه به هم بودن که یه وقت نهار گرگ ظالم دیر نشه. بود و بود تا روزی که نوبت به گروه خرگوش ها رسید و بایستی از میان خودشون یکی رو انتخاب میکردن. همه خرگوش ها جمع شدن قرعه کشیدند و قرعه به نام برادر خرگوش باهوش افتاد. در این موقع خرگوش باهوش رفت روی یه سنگ و ایستاد و گفت دوستان عزیز درست گوش بدین تا مطلبی رو به شما بگم یادتان هست که چند وقت پیش همه حیوانات جنگل از گرگ می و هیچ کس خواب راحت نداشت و پیشنهاد من باعث شد که تا اندازه حیوانات راحت بشن؟ همه گفتند بله پیشنهاد خوبی کرده بودی ولی حالا که قرعه به نام برادر خودت افتاده نکنه میخوای اونو نبری و قانون رو که گذاشته شده با خودخواهی خودت به هم بزنی خرگوش باهوش گفت نه من هم عقیده دارم که قانون باید درباره همه یکسان باشه و من و برادرم هم برای فداکاری حاضریم اما یه فکر خوبی کردم که اگه به اون عمل کنیم ممکنه بعد از این تمام حیوانات از ظلم گرگ راحت بشن. پرسیدن چه فکری کردی؟ خرگوش باهوش گفت نقشه اینه که منو دو ساعت دیرتر بفرستید و تنها هم بفرستید تا هم من برم و فکری رو که کردم انجام بدم و اگه اینو قبول کنید و دو ساعت به من مهلت بدین من تمام شما رو از شر این گرگ ظالم راحت میکنم. حیوانا گفتن فکری رو که کردی بگو. گفت حالا نمیتونم بگم چون که ممکنه کسی خیانت کنه و نقشه من به گوش گرگ ظالم برسه. نقشه ای که من دارم باید پنهان بمونه. برادر و خانواده من در میان شما هستن. اگر من دروغ گفتم و فرار کردم آبروی اونها میره. خرگوش ها چون همیشه از خرگوش باهوش خوبی دیده بودند قبول کردند که مطابق حرف او عمل کنند. و به او مهلت بدن و بعد هم او رو تنها بفرستن. پس خرگوش باوش با دو ساعتی صبر کرد و بعد تنها و آروم به طرف خونه گرگ به راه افتاد. اما از اون طرف گرگ تا دو ساعت بعد از ظهر صبر کرد و دید خبری نشد و چون تا اون روز هیچ وقت در فرستادن غذاش تاخیر نشده بود خیلی عصبانی شده بود. و چون هم خیلی گرسنه بود و هم بدقولی حیوانات عصبیش کرده بود با خودش خط و نشون میکشید که اگه از دو ساعت بیشتر طول بکشه چه کنم و همه حیوانات رو بیچاره کنم ناگهان سر و کله خرگوش از دور پیدا شد اون با صورت غمگین و زار آهسته جلو می اومد همین که خرگوش به گرگ رسید با حالت گریه سلام کرد گرگ گفت تا این وقت کجا بودی؟ چرا تنها هستی؟ مگه حیوانات قول و قرارشان را فراموش کردن؟ خرگوش گفت نه قربان من از پیش حیوانات می آیم. اونا طبق قول و قرارمون درست موقع زور یه خرگوش چاق و چله رو برای شما همراه من فرستادن و ما داشتیم با عجله می اومدیم. ولی در میان راه یه گرگ غریبه که هیکلش مثل شما بود پیدا شد و خرگوش رو به زور از چنگ من گرفت و هرچه التماس کردم که این خرگوش خوراک گرگ بزرگه به من اعتنا نکرد و جواب داد گرگ بزرگ دیگه کیه اینجا شکارگاه منه و از من بزرگتر کسی نیست و هر کسی هم سر جنگ داره بیاد ببینم حرفش چیه اگه تو هم زبان درازی کنی گوشهایت رو از بیخ میکنم تا دیگه گوش نداشته باشی و بسیار حرفای زشتی نسبت به شما زد که اگه میتونستم سرش رو میکندم این بود که از ترس جونم فرار کردم و اومدم تا شما رو خبر کنم و ببینم بعد از این تکلیف ما و شما چی میشه گرگ که گرسنه بود و اوقاتش هم تلخ شده بود از اینکه در جنگل رقیب پیدا کرده بود عصبانی شد و از خرگوش پرسید حالا اون گرگ کجاست؟ میتونی اونو به من نشون بدی؟ خرگوش گفت اون در همین نزدیکی ها پشت اون درخت هاست. گرگ گفت زود بریم و دمار روزگارش در میاریم. خرگوش از جلو و گرگ از عقب دویدن تا از جنگل خارج شدن و نزدیک تپه سبز در کنار چاه بزرگی که آب فراوان داشت رسیدند و ناگهان خرگوش ایستاد. گرگ گفت چرا نمیای؟ خرگوش گفت دشمن تو این چاهه و من از اون میترسم گرگ گفت من اینجا هستم از کسی نباید بترسی و حالا میبینی که چه بلایی سرش میارم خرگوش گفت قربان قدری احتیاط کنید چون که او درست هیکلش مثل شماست و به قدر شما زور داره گرگ گفت تو این را نشون بده و دیگر کاری نداشته باش خرگوش گفت گرگ در همین چاه هست و من میترسم جلو تر بیایم بعد گرگ قزمناک جلو دوید و لب چاه ایستاد. خرگوش باهوش هم دوید و میانه دو دست گرگ ایستاد و هر دو در آب چاه نگاه کردند. خرگوش عکس خودش رو که توی آب افتاده بود نشون داد و گفت میبینید این همون گرگ غریبه زورگوست و این هم خرگوشی است که از من گرفته و هنوز نخورده گرگ همین که عکس خودش و خرگوش رو در آب دید به گمان اینکه دشمنه فوری خود را برای جنگ با دشمن در آب انداخت و در آب غرق شد و خرگوش باهوش به سلامت بازگشت و به حیوانات مژده داد که حالا دیگر همه می توانند خوش باشند زیرا گرگ ظالم هلاک شده و حیوانات شادی کردند و دانستند که در بسیاری از کارها نیروی فکر و تدبیر بیشتر از زور و شجاعته این بود داستان آموزنده خرگوش باهوش